سلام و درود به همه هنرمنده و هنردوستای عزیز. من نوشین هستم از پرژن اوارد جوایز پارسی و امروز مهمون بسیار عزیزی دارم، جناب آقای جاوید نیکپور. خواهش میکنم ضمن معرفی خودتون از بکگراند عکاسیتون بگیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین تمام ایرانیان عزیزی که این توی این میتینگ هستن و شاید بعدم ببینن. باعث خوشحالی من هستش که در خدمتتون هستم و امیدوارم که میتینگ خوبی داشته باشیم و استفاده کنم خود من. عرضم بزرگتون، من جاوید نیکپور هستم، متولد بهمن ماه 1354 و تقریبا یک چیزی هولوش 20 ساله درگیر عکاسی هستم. اگر بخوام روال عکاسیم رو بگم، از سال 77 من تقریبا از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و توی خانواده زندگی میکردم که با تصویر آشنا بود. برادر من عکاسی میکرد در اون زمان و توی اون سالها توی کمیته ملی المپیک مشغول به عکاسی و فعالیت میکرد. من با برادرم یک سری پروژه های تصویر برداری که میکردیم، یعنی برای فیلم برداری میرفتیم و عملا گفتم من به واسطه برادرم با تصویر آشنا بودم و اولین جرقه های عکاسی من در زندگیم رو برادر عزیزم برای من ایجاد کرد که الان در امریکا زندگی میکنن. یادمه که سال 79 بود، ایشون از طرف کمیته ملی المپیک به مسابقات المپیک دانش آموزی در مسکو اعزام شد که برای عکاسی این مسابقه رو کاور کنه. بعد به رسم این رویدادها معمولا سفیر ایران در اون کشورها کاروان ایران رو یک شب برای زیارتی دعوت میکنه و معمولا هدایایی به کاروان سرپرستی و کاروان خبرنگاران میدن. اون شب به برادر من یک دوربین زنیت 122 هدیه دادن که این دوربین زنیت 122 باعث شدش که زندگی من به سمت عکاسی سوق پیدا کنه. برادر من وقتی به ایران اومد، به دلیل اینکه خودش دوربینای خیلی حرفه‌ای‌تری توی عکاسی داشت، این دوربین رو به من هدیه داد و خیلی جالب بود برای من که من وقتی این دوربین رو گرفتم، خب هیچی از عکاسی نمیدونستم. نمیدونستم مثلا شاتر چی هستش، دیافراگم چی هستش، حساسیت چی هستش. یادمه که یه دونه حلقه نگاتیو توش گذاشتم و شروع کردم عکاسی بدون اینکه چیزی رو دست بزنم یا تنظیم کنم. ما یه دوست مشترکی داشتیم که بعدها ایشون استاد عکاسی بنده شدن، اولین استاد عکاسی بنده شدن. دوست مشترکی داشتیم به نام آقای رضا علیوند که ایشون عکاسی میکردن و عکاسی هم همچنان میکنن، عکاس طبیعت بودن و در زمینه فن عکاسی واقعا استاد بی‌بدیلی در ایران هستن. من یادمه که اون اولین حلقم رو بردم پیش آقای علیوند و گفتم این رو برای من ظاهر کن و خیلی جالب بود. متاسفانه اون حلقه رو نگه نداشتم، هیچ چیزی ثبت نشده روی اون حلقه و یک فایل خام خام و هیچ تصویری ثبت نشد. همین باعث شدش که اصلا من از ایشون بپرسم خب چیکار باس بکنم، اصلا شاتر چی هستش، نمیدونم دیافراگم چی هستش. و سالهای مدیدی، شاید 4-5 سال من خدمت ایشون بودم و تمامی فنون عکاسی، از این که خب عکاسی به چه شکلی هستش، زور و شاپ به چه شکلی هستش، رو از در خدمت در محضر ایشون من یاد گرفتم و عکاسی من شکل گرفت. خب اون زمانها دوست داشتم که در حیطه عکاسی من وارد اجتماع ها و انجمن ها یا انجیو هایی که در سطح ایران هستن بشم. خب یک انجمنی بود که به واسطه خانه عکاسان ایران کاور میشد، انجمن عکاسان فردا. من وارد اونجا شدم و عکاسی مستندم رو اونجا من استارت زدم. بعد از 2 سال وارد کمیته ملی المپیک شدم به واسطه حضور قبلی برادرم، چون به واسطه حضور ایشون من خدمات داوطلبانه به کمیته ملی المپیک میدادم و اینجا از من خواستن که من بیام و مستقر شم برای عکاسی. از سال 81 من تقریبا همچنان در کمیته ملی المپیک هستم و دارم عکاسی میکنم. این روال عکاسی من بود. بسیار هم عالی. ولی تو چه ژانرهای مختلفی کار کردین؟ و مثلا طبیعت کار کردین، نمیدونم خیابانی کار کردین؟ فکر میکنم اینا رو کار کرده بودین، من یه سری عکس رو دیده بودم، به جز عکاسی ورزشی که قرار صحبتمون پیرامون عکاسی ورزشی باشه امروز. بله، من به دلیل اینکه خب عکاسی رو از صفر شروع کردم، طبیعتاً
همون اولش همه عکاسا درگیر خطوط و ترکیب بندی میشن که شاید اولین خواستگاهش طبیعت و به قول شما عکاسی خیابانی باشه، نور و خطوطی که هستش. بله، من عکاسی طبیعت رو شروع کردم و بعد عکاسی های دیگه در شاخه های دیگه، عکاسی تبلیغاتی برای اینکه خب ارتزاق کنم، و در نهایت من همونجور که شما اشاره کردید وارد بخش خبر عکاسی فوتو ژورنالیسم شدم و وارد عکاسی خبری که شاخه از اون عکاسی ورزشی هست رو تا به امروز ادامه دادم. ولی خب دغدغه اصلی من و چیزی که در درون من جوشش میکنه اون عکاسی مستند اجتماعی، عکاسی که هستش که درگیر داستان و امروزه، عکاسی امروز بهش میگن داستان سرایی در عکاسی، عکاسی معاصر دنیا. راجب جوایزی که گرفتین صحبت میکنه، یا میدونم عکساتون تو خیلی از نشریات معتبر چاپ شده؟ بله، خب من در طول این چندین سال، خب این به دلیل اینکه در اینجا بودم تونستم در رویدادهای مختلفی شرکت کنم، اهم از 3 دوره المپیک و 4 دوره بازی آسیایی و جام جهانی، رویدادهای فرعی اون، این فرصت رو داشتم که شرکت کنم و بتونم این اتفاق رو برای خودم رقم بزنم. فارغ از اینکه شخصیت من، خودم آدمی هستم که همچنان دوست دارم که تغییر کنم، همین باعث می‌شدش که من در عکاسی ورزشم همیشه دنبال خلاقیت باشم. خب اصول عکاسی خبری بر اساس همینه که شما خلاقیت داشته باشید. بخاطر این عکاسی ورزشی رو شروع کردم، یعنی روش تمرکز کردم که بتونم که اون رو به جایی برسونم. حالا یه سری عکس هستش که میتونم بهتونشون بدم، ولی بله میتونم الان یه سری عکس هایی که هستش رو من در حیطه عکاسی ورزشی عکس عکاسی کردم نشونتون بدم. این عکس هایی که میبینید حاصل همین چندین سال عکاسی من در حیطه ورزشی هستش که در بخش تک عکس وبسایتم قابل دسترسی هستش و میتونیم این عکس ها رو ببینیم. مثلا این عکس ببخشید، از چه دوربین استفاده میکنید تو مسابقات عکاسی؟ مسابقه توی تمام رویدادهای ورزشی؟ رویدادهای ورزشی الان اخیرا خب دوربین های کنون واندیکس هستش که شاخه های مختلف اونو تا واندیکس مارکت 2 مارکت 3 هم اومده. دوربین هایی هستن که شرکت کنون و شرکت نیکون سری های دیش هستش، دی 5 و دی 6 هستش که این شرکت ها این دوربین ها رو اصلا خود شرکت کنون دوربین واندیکس رو عملا خودش اعلام کرد که اصلا برای اسپورت فوتوگرافی این رو طراحی کرده، یعنی منوهاش خاص اونه. پس عملا عکاسای ورزشی و عکاسای خبری با وجود این ابزار یه مقدار خیلی کارشون راحت تر شده. فارغ از اینکه من اصلا عکاسی ورزشیم رو با دوران نگاتیو شروع کردم، خب خیلی الان کار تسهیل شده. به خاطر همین عکاسای ورزشی این فرصت رو دارن فارغ از اینکه کار خبر رو بکنم، به سمت آرت آف فوتوگرافی وقت بذارن و بتونن اون بخش جنبه های خوب عکاسی رو چه در حیطه ورزشی چه در حیطه های دیگه امتحان کنم و خودشون رو بیازمایم. در خصوص اون جوایزی گفتیم، مثلا این عکسی که الان هستش دارید میبینید، این عکسی در جزء برگزیدگان جایزه عکس پی او وای آمریکا پیکچر آف دی آمریکا در سال 2016 شد، اگر اشتباه نکنم 2016، بله، که جزو برگزیدگان سال اون سال در بخش تک عکس ورزشی قرار گرفت. اسم این عکس دیفیت هست، شکست، که مربوط به مسابقات والیبالی که در سالن 12000 نفری لیگ جهانی والیبال در سالن 12000 نفری تهران برگزار میشد و من این عکس از بالای استادیوم گرفتم و این عکس تونستش که جایزه پی او با یا پیکچر آف دی آمریکا رو اون سال برای خودش کسب کنه. و این عکس مربوط به المپیک ریو هستش. این عکس مربوط به بازی‌های آسیایی هستش در اینچون کره جنوبی. این مربوط به خود سالن 12 سالن شنای استادیوم تهران هستش. بازی‌های آسیایی، این بازی‌های آسیایی اخیر در اندونزی 2018 هستش. اینم که مشخص میدون آزادی تهران هستش. جالب. آره، این عکس در بخش سینگل در جایزه عکس سال مطبوعاتی ایران
جایزه اول رو کسب کرد. بسیار عالی. بله، این عکس مربوط به المپیک ریو هستش، مسابقات شمشیربازی اسلحه صبر. یادتون هست سرعت و دیاف این چقدر بوده؟ بله، من برای این چقدر عکس رو خورده؟ بله بله برای این عکس من سرعت شادارم تقریبا چیزی هولوش 6 ثانیه بوده، 4 الی 6 ثانیه یادم بودش که دیافراگمم روی 11، اگر اشتباه نکنم 16، یعنی کمتر از 4 ثانیه این نیستش. اوکی، بس بسیار. بس بله، اینم همینطور. اینا ادیت نشده، درسته؟ نه، همه عکس تو عکاسی خبری اجازه دستگاهی در عکس اصلا، یعنی در فوتو جورنالیست مثلا اجازه عکاس دستگاهی در عکس شما ندید، تمامی این عکس ها گرفته شده، یعنی اینکه چیزی نه بسیار. اضافه شده نه چیزی ازش حذف شده. باز المپیک ریو، المپیک لندن، جمیگور، از مسابقات ورزشی خودتونم لذت میبری یا نه فقط جنبه عکس گرفتن و کلا ورزش چیزیه که عوام یعنی عامه مردم از ورزش لذت میبرن، این چیزی نیستش که مختص من باشه، به خاطر همینه که ورزش جزء رشته هایی در عکاسی هستش که شما عکس رو برای یک مخاطب خیلی بزرگی میگیرید، یعنی مثلا تو در عکاسی مستند اجتماعی مخاطب شما بسیار شاید محدود باشن، یا در عکاسی تبلیغاتی و شاخه های دیگه، این استنباط من شاید اشتباه بکنم، ولی عکاسی ورزشی به دلیل هیجان، به دلیل شکست ها، به دلیل اون حسی که درش هستش تقریبا تمامی، فکر میکنم که اکثر آدم روی کره زمین درگیر این ورزش هستن. منم به تپ مثل اونا از فارغ از اینکه از عکاسی و ثبت عکس لذت میبرم، خب هیجان در عکاسی شاید بارها شده که من احساساتی شدم زمانی که خب ورزشکارای ایرانی تونستم تو مسابقات المپیک مثلا مدال بگیرم، منم احساساتی میشدم، یعنی به عنوان یک ایرانی. ببخش، عکس قبلی رو میذارین جانیکو؟ بله، راجب این عکس یه توضیح میدین؟ این عکس بازم سرعت پایینه، ولی سرعت تقریبا 1/8 ثانیه است با حرکت دست، یعنی که زمانی که دکمه شاتر رو میزنم دوربین رو به این صورت تو زاویه تقریبا 45 درجه دستم رو چرخوندم و این عکس ثبت شده. و این مسابقات شمشیر بازی به دلیل اینکه بک‌گراند‌ها رو همه رو تیره می‌کنن در زمانی که بازی فینال میشه، یک استیج فقط روشن هستش، همین رنگ بنفشی که می‌بینید یک استیج صاف هست و روشن و بک‌گراند سیاه، و این امکان رو به شما میده که شما بتونید عکس‌های خاصی رو در عکاسی ورزشی بگیرید، و این به خاطر همین حرکت دست منه. حرکت دست بر من خیلی جالب بود چون اون زمین یا استیجش صاف نبود. این حرکت اینجوریه تقریبا 45 درجه یا 90 درجه بیشتر شد، 90 درجه دست چرخیده. مثلا این تو جزء عکس های برتر جایزه جهانی ایپس شد تو سال 2008. بسیار عالی. این عکس با سرعت 1/8 ببخشید 8 ثانیه گرفته شده، یعنی که پرده شاتر 8 ثانیه باز بوده. بله، و اون نورایی که اون بالا میبینید گفتم به دلیل اینکه بک‌گراند استیج شمشیربازی تیره هستش، این امکان رو به شما میده وقتی شما دکمه شاتر رو میزنید میتونید یک منبع نوری رو انتخاب کنید و روی اون همین شکلی که میبینید نقاشی کنید عکس رو، یعنی این با همین حرکت دست من روی یک منبع نور یک چراغه و این کار رو انجام دادم که این اتفاق بالای عکس افتاده. این که آقای بولت هست معروف هم. مسابقات چوگان در تهران،
من نمیدونم سرعت عکس، چون من دیگه سر کارم هر روز با عکس، نمیدونم سرعتی که میزنم خوبه، کمه، تنده، کنده، اینو شما بس بگید. خوبه، بسیار عالی است. آره. خاطر انگیزترین مسابقه ای که رفتیم کدوم بوده؟ تقریبا همشون برای من یک چلنج و یک داستان خوبی داشته، ولی خاطر انگیزترینش شاید مسابقات والیبالی بودش که سال 2016 اگر اشتباه نکنم، یا نه اشتباه دارم کنم 2014 اگر اشتباه نکنم، من رفتم ریو و باعث شدش که من تقریبا یه چیزی هلوش 40-50 روز اونجا بمونم که بعدش مسابقات المپیک شروع میشد، مسابقات جام جهانی شروع میشد توی ساپولو. خیلی چلنج بزرگی برای من بودش که هم عکسای خوبی تونستم بگیرم به دلیل اینکه من اونجا تنها بودم و رسانه‌های ایرانی رو تغذیه میکردم، و همین که تونستم 50 روز توی کشوری دووم بیارم و همش در حال جابجایی بودم و میتونستم برای خودم عکاسی های مستند اجتماعی بکنم، برای من خیلی خاطر انگیز اون سفر. ولی فارغ از این، تقریبا همه مسابقات ایونت های مهمی که رفتم برای من واقعا خاطر انگیز. یه مسابقاتی آسونتر عکاسیش، یه مسابقاتی سختره، کدومشون سختره، کدوم آسونتره؟ رشته، بله، مثلا رشته های مثل بوکس و تکواندو گرفتن اون عکس لحظه قطعی خب خیلی سخت هستش، که شما اون لحظه که ورزشکار تکواندوگار داره یک آبچوگی میزنه، مثلا پاش رو آورده بالا و این پا خورده روی این محافظ سر هوبو محافظ سر حریف مقابل، خب خیلی سخت این ثبت میشه، بدانید اینکه خیلی ورزش پرتحرکه. و همچنین بوکس و همچنین بوکس خیلی سخته، اون لحظه که مشت طرف میخوره به حریفش تو صورتش، معمولا خیلی باعثی که عکاس هم تجربه خوبی داشته باشه و هم بتونه از روی میمیک بدن ورزشکارا اون لحظه رو بتونه خوب در بیاره و عکاسی کنه. و آسون ترینش مسابقات تنیس به نظر من جز آسون ترین عکاسی ها هستش، مسابقات تک رشته ای، کسایی که مثلا مسابقات شنا بعضی از ماده هاش راحته، بعضی از ماده هاش نه، مثلا پروانش خیلی سخته یا قورباغش خیلی سخته، بدنی که یک فاصله میان پایین باز میان بالا. بله همین، مثلا بعضی از رشته ها متوسطه، مثلا فوتبال هم رشته آسونیه ولی یه جایش واقعا سخت میشه، بدنی که اگه بخوای توی ایونت های بزرگ عکاسی کنی معمولا برای تو و علی‌خصوص المپیک فرق نمی کنه، معمولا جایگاه های خوب رو به عکاس های ایجنسی های بزرگ مثل فرانس پرس و اسوسییتد پرس و اینا میدن، گتی ایمیج میدن، و عملا بک‌گراند های خوب و جاهای خوب، پوزیشن های خوب برای عکاس های خوب اون ایجنسی ها هستن، و این برای تو کار سخت میشه که بتونی عکس خوب رو در بیاری. کلا یک چالشی به این شکلی ما داریم. این عکس قبلی هم گلیه که مسی به ایران زد تو جام جهانی بود قبلیش. یکی از بزرگترین چلنج های عکاسی ورزشی که البته الان تقریبا از سال 2016 این مشکل حل شده، همین عکاسی از نمای بالاست که یک تقریبا چیز یک تکنیک خاصی خودش رو داره، به دلیل اینکه شما باز به وسیله یک دوربین دیگه که در به وسیله ریموت این رو کار میذارید و در بالای ورزشگاه و خودتون میایید پایین به وسیله ریموت عکاسی میکنید، تا قبل از سال 2016 جزو تخصصهای مهم عکاسی ورزشی بود، ولی از سال 2016 به بعد، بعد از المپیک، این قضیه با اومدن ربات ها این قضیه حل شد دیگه، ربات این کار رو انجام میده و اون دوربین بالا هستش و یک تکنسیان اون پایین داره از نمای بالا عکاسی میکنه. اتفاقا سوال بعدیم همین بود که خودتون جواب. آره خب من خیلی جزئی گفتم، اگر سوال اگر بخواید بستش بدم بستش میدم،
آره اگه لطف کنین، چون خیلی از عکساتون از بالا گرفته شده. بله به همین شکل هستش که شما میبایستی برای این مسابقات که میخواید از نمای بالا عکاسی کنید میبایستی که ثبت نام از قبل انجام بدید و 2 ساعت قبل وارد ورزشگاه بشید و برید. معمولا بالای ورزشگاه یک کتواکی بهش میگن کتواک، با اون کتواک حالا شاید یه مقدار کتواکی که توی بحث فشن هست یه ذره مشابهت داره ولی اونا هم بهش میگن کتواک، باز بیان روی اون کتواک و یک وسایلی هستش، تجهیزاتی هستش در عکاسی که بهش میگن البو، البوهایی هستش که بازوهایی هستن که به وسیله یک کلمپایی یا گیرههایی باعث این تجهیزات شما داشته باشین و این تجهیزات رو میبرید بالای ورزشگاه. دوربین رو به وسیله یک البو، به وسیله اون کلمپ به اون میله های ورزشگاه میبندید و با یک البوی دیگه این رو مهار میکنید و سکیوریتیش میبرید بالا و همه اینا باز دوباره به وسیله یک دونه سیفتی کابل که میاد آهنی هست، چیز هستش آلومینیوم خیلی قوی هستش، میاد همه اینا باز گرفته میشه که این دوربین از اون بالا پرت نشه پایین و 2 ساعت قبلش میان و یک تکنسیان از خود بازی‌ها میاد که مطمئن شه که شما دوربین رو درست گذاشتید و روی دوربین شما یه دونه ریموت کنترل میذارید. ریموت کنترل ها معمولا 2 تا هستن، یه دونه روی دوربین میذارید و میایید پایین دیگه همه چیز اون دوربین هر کاری که میخواید انجام بدید همون موقع هستش، یعنی که تمام ستاپ های دوربین یا اینستالیشن شما منوالی هستش، یعنی که دیگه نمیتونید دوربین رو به حالت اتوماتیک اونجا رها کنید، همه چیز به شکل منوال هستش، یعنی که فوکوستون، سرعت دیافراگم و شاترتون همش باید ثابت اونجا بذارید، حتی یک چسبی روی لنزتون بزنید چون بعضا از لنزهای زوم استفاده میشه و باعث یه چسبی روش بزنید که این لنز به مرور زمان خودش رو باز نکنه بیاد پایین و کادر شما رو از بین ببره و همه این کار رو باید انجام بدید و بیاید پایین و اون ریموتی که دستتون هست و پایین روی دوربینتون میتونید بذارید تو دست دیگه‌تون بذارید و عکاسی کنید. زمانی که این دکمه ریموت رو میزنید اون ریموت رو بالا میگیره و عکس ثبت میشه. چند دوربین اون بالا قرار بگیره؟ یعنی همه عکاسا میتونن این کارو بکنن؟ نه محدوده به خاطر بله نه محدوده، معمولا بین 7 تا 8 دوربین میتونن تو اون بالا قرار بگیرن و این خودش یه چالنجی برای عکاسه ورشی که حتما باز از قبلش رجیستر کنم. بله رجیستر کنم و اون آفیشیال یا فوتو منیجر اونجا رو بتونن قانع کنن که تمامی تجهیزاتشون کامله و اون بحث سیفتی کار رو میتونن گارانتی کنن. بعد که همه این مراحل حل شد به شما اجازه رو میدن که شما برید و دوربینتون رو اینستال کنید توی بالای ورزشگاه و از نمای بالا عکاسی کنید و همین اتفاق برای من افتاد خدا رو شکر. توی بازی های آسیای اینچون من یک مجموعه عکسی رو کار کردم به نام Wrestling An Overview از نمای بالا. این مجموعه من خب توی اینجا هم نوشتم تونست مقام اول جایزه استانبول فوتو آوارد سال 2015 رو بگیره و جز مجموعه بودش که کاندید بود، نامزد بود برای جایزه ورلد فرست فوتو، ولی خب به مرحله بعدیش راه پیدا نکرد متاسفانه. ولی خب این مجموعه عکس من همون مجموعه که به وسیله همون سیستمی که توضیح دادم عکاسی شده، دوربین بالا بوده و من از پایین ریموت رو میزدم و عکاسی میکردم. مجموعه رو نشونتون میدم. مجموعه خب تقریبا همه جوایزی که در سطح ایران بود رو گرفت ولی خب در سطح جهانی هم مجموعه بودش که تونست 2 تا جایزه بین‌المللی بگیره و چقدر جالب. و این هم عکس آخرش که مجموعه با این تمام میشه. همون سال حالا برای اینکه تو بخش جوایز هستیم، همون سال تو همین مسابقه استانبول فوتو آوارد نفر سومشون رو هم به من دادن که خیلی برای من یک سورپرایز بسیار عالی بود، فارغ از بحث مالیش که دلاری بود خیلی خوب سورپرایز بود، ولی اینکه جایزه سوم رو من گرفتم خیلی برام جالب بود. این مجموعه دومم بود که تونست بگیر چالنج د بارز. داستانی عکسام همونجور که میخونید نم واضح هست برای خوندن دیگه؟ بله
آره، چیزی که داستان من این بودش که همیشه این ورزشکارا هستن که میخوان بارها رو شکست بدن، بارهای میله هایی که توی ژیمناستیک استفاده میشه، همیشه اینا هستن که میخوان بارها رو شکست بدن و بتونن پیروز شن، ولی بعضی اوقات این بارها هستن که ممکنه پیروز این میدان شه. یعنی عملا دارم اشاره به شکست ورزشکارا میکنم. این مجموعه هم تونست که این آوارد بین‌المللی بگیره. چرا سیاه‌سفید؟ دوتای این مجموعه سیاه‌سفید؟ این مجموعه به دلیل اینکه خب شکست درش هست و عملا رنگی درش نیست، و اون مجموعه به دلیل اینکه رنگ معذرت بخوام من اینجا این مجموعه به دلیل اینکه رنگ، اگر دقت میکردین، الان عکس خامش رو ندارم، رنگ این دوشکهای کشتی الان جدیدن آبی شده، ولی سابق بر این وسطیه که الان سفیده زرد بود و این دورش آبی رنگ، و همین باعث میشد که از این شکل آرتگونه عکسای من کاستش و به چشم رو اذیت کنه و از تمرکز روی عکس کم کنه. این خیلی برخور شخصی من بوده که خواستم رنگ رو حذف کنم و تمرکز رو به اون دایره‌ای که هستش رو ببرم، و ولی در این مجموعه چالنج د بار، اگر اجازه بده اینجا، بعد در این مجموعه چون بحث شکسته، از نظر من رنگی درش وجود نداره و دلیل اصلیش این بود. بسیار حوالی. بله. و اینم عکس آخر. من اگر سوالی هست در خدمتتون هستم. این بخشی از عکسایی که از من رو دیدید مربوط به بخش اکشن عکاسی ورزشی هستش، اکشن آف اسپورت هستش، ولی خب تقریبا من الان 3-4 ساله در حوزه عکاسی مستند دارم فعالیت میکنم، عکاسی مستند ورزشی، و به تبع اون یک گروهی را انداختم به نام پودیوم فوتوز، و دارم که یعنی داریم با بچه‌هایی که تقریبا 11 12 نفر هستن، داریم که متمرکز در حوزه عکاسی مستند ورزشی کار میکنیم، و اخیراً من یک مجموعه که در حوزه مستند ورزشی هست رو سال گذشته در پاریس اسپورت فوتو تونست جایزه اول و گراند پریکس اون رو بگیره. امکان داره ببینیم؟ بله بله. این عکس‌ها دیگه عکس‌های مستند هستش. داستان این عکس‌ها مربوط به اسمش After 40 Years که مربوط به ورود بانوان به ورزشگاه هستش. میدونید که تقریبا تا قبل از این مسابقاتی که اجازه دادن که زن‌ها برن داخل استادیوم و بتونن حتی از اون اسکرینینگ که توی استادیوم آزادی گوشن که بتونن خانواده‌ها برن ببینن، ورود زنان به مسابقات و استادیوم آزادی ممنوع بود، و این مجموعه من برمیگرده به همون داستان، و همونطور که گفتم دو سال گذشته 2019 تونست گراند پریکس اسپورت فوتو رو بگیره. این عکس مربوط به شادی بازیکن شادی ایرانی ها هستش که برد ایران مقابل مراکش توی ورلد کاپ 2018 که ریختن تو میدون ونک و شادی میکردن. این عکس هم که فکر می‌کنم این بیلبورد رو همه یادمون باشه، بیلبوردی بودش که توی میدان ولیعصر زده شد و هوادارهای فوتبال رو نشون میدادن ولی هیچ اثری از زن توش نبود. بلافاصله بعد از 2 روز این بیلبورد رو برداشتن، یعنی که برداشتن و یه بیلبوردی گوشن که توش زن گوشن. این بیلبورد فقط 2 روز توی میدان ولیعصر بود، و بعد ورود بانوان به استادیوم به همراه خانواده و به صورت تکی که عکسش رو دارید ملاحظه میکنید، و این اسکرینینگ نمایش روی داخل استادیوم آزادی که برای خانواده ها گذاشتن. چه عکس جالبیه. بله، همون هواداره بودن که تو بین نیمه بازی ایران پرتغال داشتن سیگار میکشیدن. خیلی جالب. و اینم عکس آخر که خانمی داره موبایلش رو چک میکنه در
زمانی که داره پخش میشه مسابقه است. بله این مواردی بودش که من میتونستم بگم. این در حوزه مستند ورزشی خب من خیلی دارم فعالیت میکنم و مشق میکنم، مجموعه دیگه دارم که رو وبسایتم هست. من احساس میکنم که زیاد صحبت کردم، اگر شما سوالی دارید من در خدمتتون. نه اتفاقا خیلی عالی و لذت میبرم. اون مجموعه دیگه در چه رابطه ایه روی وبسایت؟ من یه سری استوری کار کردم که توی شاخه های مختلف هستش. مثلا این مجموعه رو همه امسال 2020 کار کردم، یک برداشت شخصی خودم، The Distance Between Us، فاصله بین ما، که همونجور که فارسیشم نوشتم یه تیم، تنها تیم هاکی روی یخ ایران، تو تنها پیست، حتی تنها پیست هاکی روی یخ ایران که تو ایران مال هستش، علی‌رغم این وجود کرونا به مسابقاتشون و بازی دوستانشون ادامه میدادن. و این فاصله بین ما، میدونید که مسابقات هاکی دور تا دور زمین یک شیشه هستش، و من این شیشه رو، خب خیلی برداشت ذهنی من از این مجموعه، این شیشه رو به تعبیری برای فاصله گذاری که در زمان کرونا بود رو عامل عکاسیم قرار دادم، با فلاش عکاسی کردم برای اینکه بتونم این فاصله خودم رو، این فاصله اجتماعی که دغدغه همه انسان ها در این زمان همچنان هستش رو، بتونم به نوعی از ذهن خودم این رو متبادر کنم برای مخاطب. یک مجموعه هستش که به استفاده از فلاش که مستقیم توی شیشه خورده این رو من عکاسی کردم. خیلی مجموعه آرت و خیلی ذهنی خودم هستش، خودم دوستش دارم و این چیزی هستش که امسال کار کردم. مسابقات هاکی کجا بوده؟ مسابقات هاکی در ایران هنوز زنان مسابقات هاکی ندارن، ولی تمرین میکنن. چون دو تا تیم بیشتر در ایران ما تیم زنان نداریم، فقط با همدیگه یک مسابقه دوستانه ای داشتن که من سه جلسه رفتم عکاسی، یعنی یه دو جلسه تمرینشون و یک مسابقه دوستانه، همون یه تیم هستن، دو تیم میشن با ما هم بازی میکنن. توی ایران مال یک بازار بسیار بزرگی در ته همت هستش، یه جای خیلی جالبی هستش، در اونجا یک پیستی قرار دادن که تنها پیست هاکی روی یخ ایران هستش که اینا توی اونجا تمرین میکنن و امیدوارم که تیمشون بتونه که در میادین بین‌المللی شرکت کنن و افتخار بیافرینن. حالا همونطور که میرید، من استوری‌های دیگه دارم، مثلا یه مجموعه بلند مدت دارم که هنوز جمع نشده، مربوط به ایرانیان فنز هستش، یا یه مجموعه دارم، اینی که الان روش هایلایت کرد، مربوط به اولین تیم کشتی سندروم دان در جهان هستش. مثلا این مجموعه من در مجلات معتبر دنیا چاپ شد، این رو باز کنم این رو ببینیم، مربوط به بچه های سندروم دان هستن که اولین تیم کشتی سندروم دان جهان هستن که به واسطه یک مؤسسه خیریه‌ای در ایران، مؤسسه دیوار 47، این بچه ها ساپورت میشن در رشته‌های کشتی، فوتبال و اسکواش تمرین میکنن و این مؤسسه این بچه ها رو کیر میکنه و بهشون خدمات میده و واقعا جای تشکر داره. این بچه ها معمولا مشکلات خیلی عدیده دارن، سندروم، یا مثلا همین پسری که الان اینجا هستش رسول، دستش رو اگه دقت کنید دست دیالیزی بود، از دیالیز اومده بود داشت تمرین میکرد و اکثرشون مشکلات دارن. خب سندروم خیلی بیماری اذیت کننده هستش و همین رسول متاسفانه 6 ماه پیش فوت کرد به دلیل همین معضلاتی که هستش. خیلی واقعا شرایط خیلی ویژه‌ای بود که من کنارشون بودم. بسیار عالی. این مجموعه حالا خیلی عکس اینجاست، شاید از فاصله جمع خارج شه. مجموعه ایرانیان فنز ما یه مجموعه بلند مدت من هستش در خصوص هواداران ایرانی که هنوز بسته نشده، ولی خب یه سری از عکساش رو میتونید اینجا ببینید. این از سال 2015 تا 2019 من ادامه دادم، همچنان ادامه داره و دارم بهش اضافه میکنم. مربوط به شرایط مختلف، ببخشید، شرایط مختلف حضور ورزشگاه،
تماشاچی های ایرانی در ایران این که ورزشگاه رو محلی برای تخلیه انرژی های کاذبه که در ایران اون محله وجود نداره میدونن. حتی در تمام دنیا هست این مسئله، بالاخره ورزشگاه رو شما در ورزشگاه یه سری رفتارهای خاص می‌بینید، ولی در ایران این قضیه خیلی به نظر من بیشتره، علاوه خصوص به خاطر اینکه عدم حضور زنان در ورزشگاه هست و یه سری مکانهایی که نیستش در ایران باعث میشه که این مکانها رو برای استفاده تخلیه هیجانات خودشون استفاده کنن، هیجانات منفی خودشون. این مجموعه برمیگره به همون شرایط. مثلا این نور انداختن روی صورت بازیکنان فکر نکنم هیچ جای دنیا باشه که نور میندازن. آره فقط مختص ایران هستش. مثلا این رو هم فکر نکنم اینجا دنیا باشه 100,000 نفر توی یک جا جمعشن برای یک مسابقه فوتبال. خب اینم جزو مزیت جالبی ها تو استادیوم موزه 100,000 نفر اینجا الان تماشاچی هستش. و موارد دیگه بحث محیط زیستی هم این عکسی که الان اینجا هستش، اتفاقاتی که میفته، یا بحث تحسنه که برای حضور زنان انجام میشه و و عدم حضور مثلا این دختری که الان اینجا میبینید به دلیل اینکه 12 سالش بود اجازه نمیدادن وارد استادیوم والیبال بشه، میگفتم دختر باز زیر 7 سال بشه و داشت گریه میکرد. یا این دختری که الان اینجا با پدرش هست همین مشکل رو داره، بهش اجازه نمیدن بره داخل و مسائلی که تو ایران درگیرش هستن. و این عکسی که الان فکر میکنم تو بک‌گراند من هستش، عکس رنگیش اینجا هستش، مربوط به مسابقات چوخه هستش. این جمعیتی که اینجا میبینید چوخه. و این اتفاقا اینم جالب، بچه های سرطان خونی هستن که سرطان خون داشتن و جز آرزوهاشون بود که بیان تیم مورد علاقه شون رو توی یک مسابقه بین، فکر میکنم بذارید ببینم یادم رفته، بین خوزستان، استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران بود، تونستم یه نیمه بیانی مجموعه این مسابقه رو ببینم و استفاده کنم. و شرایط دیگه که در ایران برای تماشاچی ها رخ میده، لا دیدن، شادی کردن و موارد دیگه. توی مسابقات حالا ورزشی یا حتی همین مستند اجتماعی، بله، چلنج های زیادی وجود داره، حالا توی به خصوص توی ایران. بدترینش چی بوده واسه شما؟ من درست متوجه نشدم، چلنج برای من یا برای واسه عکاسی کردن؟ مثلا بعضی جاها آقا عکس نگیرین، بعضی جاها بله. مثلا چرا از این گرفتین، بعضی ها میگن که چرا صورت ما مشخصه، بله بله خب نه اصلا کلن، بله چالش که فارغ از اینکه در عکاسی ورزشی، در عکاسی کلن یه سری چالش هست، ولی من اول عکاسی ورزشی رو میگم بعد چالش کلی رو میگم. در عکاسی ورزشی خب حضور در استادیوم ها تقریبا شاید برای خود من 2 بار اتفاق افتاده که سنگ پرتاب میکنم و یک دفعه سنگ تو سر من خورد تو استادیوم آزادی و یک دفعه از این نارنجک های که درست میکنن دستی افتاد جلوی من، عمل نکرد و فکر میکنم 3 سال پیش توی عکاسی ورزشی دور نارنجک زدن. اتفاق خاصی نیفتاد برای بچه‌ها. یعنی اینا مشکلاتی هستش که ما به دلیل همون چیزایی که گفتم، به دلیل اینکه ما یه سری بک‌گراند هایی داریم که تماشاچی ما باز اون فرهنگ خاص خودش رو پیدا کنن تا بتونن تو استادیوم شرکت کنن، ولی برای ما مشکل سازه. ولی در کل خب عکاسی در ایران مشکل داره دیگه. ما شما اگر در امریکا دوربین دستتون میگیره میگن آه چه آرتیست خوبه، بذارید عکس بگیره. یا همین در بغل خودمون افغانستان، اگر من خودم سال 81 که پروژه در افغانستان کار کردم میگفتم بیا از من عکس بگیر، ولی خب اگر در خیابون های ایران دوربین رو در بیاری، و اصلا من خیابون نه، در همین محل کار خودم بارها شده که بهم گفتن عکس نگیر و دلایل که واقعا غیر منطقی بوده که من واقعا بهم بر میخورده. بالاخره این حضور در این جبر هستش، جبر جغرافیایی هستش دیگه. خب میدونین که این برنامه ما برنامه جوایز پارسی هست. به نظرتون یه جایزه خوب چه مشخصاتی باید داشته باشه که یه عکاس رو بخواد جذب کنه به اینکه عکساشو؟
چند تا فاکتور داره. معمولا جوایز که برای اولین بار برگزار میشه همیشه برای تو هر شاخه از هنر برای کسایی که میخوان شرکت کنن جذاب و اینکه میخوان بدونن چه خبره توش، همیشه برای اولین دورش فکر میکنم که استقبال خوب میشه. ولی عواملی هستش که علاوه خصوص دو تا عامل مهمی که هستش که باعث میشه که یک جشنواره استقبال خوبی ازش بشه، یکیش بخش جوایزش هستش و یکی هم بخش داوری. این باعث میشه که عکاس ها یا هنرمندان به واسطه حالا جایزه و به واسطه اون اعتبار اون جشنواره که احساس میکنن به یک داورا و اون سیستم برگزار کننده که هستش، اگر این کامپلکس این سه تا اگر کنار هم درست باشه، من فکر میکنم که این جایزه ها جایزه هایی هستش که فارغ از این که در ایران باعث در ایران و در ایرانی کل دنیا باعث میشه که حمایتی باشه و کمکشون کنه، به نظر من خیلی از جوایز باعث میشه که یک خط و خط مشی خاص هنری به عکاس ها و باعث میشه که یک جریانی ایجاد بکنه اگر یک با یک سیاست گذاری درستی در جوایز اتفاق بیفته. مثلا جوایز مطرح دنیا که بزرگترینش که هم اسکار عکاسی ورلد پرس فوتو هستش، جریانی که داره جریانش مشخصه، عملا کار به عکاسی خبری داره، ولی مثلا یک سری مسابقات هستش که مثل سونی آوارد خیلی به سمت آرت میره و سیاستش رو گذاشته که عکاسا اون خلاقیت خودشون رو نشون بدن. به خاطر همین جایزه پارسی که شما میگید خیلی مهمه که سیاستش رو بر اساس چی بذاره و عوامل دیگه که هم که گفتم جایزه و داوری بسیار تعیین کننده است که باعث میشه که جایزه و تداومش خیلی مهمه. شما خودتون وقتی که میخواین یک مسابقه شرکت کنین یا عکستون رو جایی بفرستین، کدوم عامل براتون مهمه؟ اسم و اعتبار اون فستیوال یا مبلغ یا جایزه‌ای که دارین میگیرین؟ من نمیدونم، شاید اشتباه کنم، ولی احساس میکنم اسم و اعتبار، منی که الان به عنوان عکاس هستم مثلا بگید پرشین آواردز، چون هیچ بک‌گراندی ازش ندارم احساس میکنم این اعتبار و اسم بعد از دو سال برگزار شدن میاد جلو و احساس میکنم اعتبار خودش رو نشون میده. ولی در قدم اول به عنوان یک عکاس وقتی یک صفحه رو باز میکنم نگاه میکنم که ببینم که جوایزش چی هستش و اینکه داورا کی هستن. من بارها شده که به خاطر اینکه داورای مطرحی در اون جایزه نبوده شرکت نکردم، چون معتقد بودم که خب عکسای من شاید داوری خوب نشه. خاطر همین خیلی مسئله بسیار مهمی هستش، جایزه و همونطور که گفتید داوری، هیئت داوری و سیاست جشنواره خیلی مهمه، چون معمولا جشنواره های مهم همون اولش توضیحی میدن که سیاست ما بر چی هستش، که چه چیزهای مد نظر ما هستش که میخوایم بهش بپردازیم. این خیلی مهمه. بسیار همالی. در پایان اگر نصیحت گفتمانی دارین برای دوستانی که دوست دارن عکاسی ورزشی رو کار کنن و ادامه بدن، ما در خدمتون هستیم. والا من در مسیر یادگیری هستم، نمیتونم نصیحت کنم، ولی شما استادی. نه خواهش میکنم، جدی گفتم، واقعا در مسیر یادگیری هستم، نمیتونم زیاد نصیحت خاصی کنم، ولی خب کلن عکاسی، عالم عکاسی عالمی هستش که به نظر من چیزی هستش که هر کسی میخواد واردش بشه با سکت خودش رو بدونه. احساس میکنم در هر شغلی همینطوره، ولی عکاسی چیزی هستش که همیشه به در طول تاریخ نشون داده که دچار چالش میشه. خود شغلش نشون داد که بر نگاتیو کنار گذاشته میشه، نشون میده که فضای اجتماعی میاد و عکاسی دیجیتال رو دچار چالش میکنه و من احساس میکنم شاید 10 سال دیگه عکاسا رو از توی حضور در استادیوم ها معاف کنن، بگن که دوربینای تصویربرداری ما در لحظه داریم میگیریم و از روش عکس استفاده میکنیم و منتشر میکنیم. عکاسی ورزشی این موزلات رو داره، علاوه خصوص عکاسی در سطح دنیا هر دهه‌ای احساس میکنم هر 5 سالی دچار یک چالش هستش. اگر میخوان این شغل رو انتخاب کنن، خودشون رو باز آماده کنن که همیشه آماده یک بروز کردن باشن. من خودم همیشه سعی میکنم که به روز باشم، با عکاسی معاصر دنیا جلو برم. یعنی تنها چیزی که میتونم به دوستان عکاسی بگم این که واقعا باز آپ تو دیت باشم و بتونم برای عکاسی معاصر در ریل این
رشد عکاسی برن جلو، فارغ از اینکه ما همیشه دچار چالش هستیم در عکاسی، دچار تغییرهای بزرگ. بسیار همالی، دقیقا درست میفهمه. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو پذیرفتین. میدونم که بسیار سرتون شلوغه، با هم چند بار صحبت کردیم و بسیار ممنونم که دعوت من رو پذیرفتین برای این مصاحبه و امیدوارم باز هم شاهد همکاری بیشتر شما با این مجموعه باشیم در آینده بسیار نزدیک. اگر در پایان من حرف و سخنی خواهش می‌کنم، منم تشکر میکنم واقعا اینکه برای من این وقت رو گذاشتی که من بتونم حرف بزنم و با شما تجربیاتم رو شیر کنم. البته میدونم وقت محدودی بود، ولی بسیار متشکرم، بسیار خوشحالم که دارید یک جریانی ایجاد میکنید به نام پرشین آوارد. واقعا خوشبین هستم به دلیل اینکه جامعه شما جامعه جهانی هستش، اکثر جامعه جهانی عکاسی دنیا هستش. خب ما شاید انگشت شمار هستش که آوارد هایی که بیرون ملل رو درگیر میکنه و شاخه عکاسی درش هست. خاطر همین واقعا خوشبین هستم، امیدوارم که بتونم بخشی از تجربیاتم رو در اختیار شما بذارم و بتونم کمکی به شما بکنم، وگرنه مشتاقانه منتظر لانچ کردن مسابقه بزرگ شما هستم و در خدمتتون هستم. بسیار سپاسگزارم از شما و بیننده‌های عزیز. خدا نگهدار. متشکرم، ممنون.